سر خط خبرها. موج جدید حملات موشکی روسیه در سراسر اوکراین و پناه گرفتن مردم در متروها و پناهگاه‌ها. قطع برق میلیون‌ها نفر در اوکراین. نتیجه جنگ فرسایشی اوکراین، بحران در اروپا و منفعت برای آمریکا. سلام، به این بسته خبری از کانال ما خوش آمدید. موج جدید حملات موشکی روسیه در سراسر اوکراین باعث شد در کل این کشور هشدار احتمال حمله هوایی صادر شود و مردم به داخل پناهگاه بروند. شبکه خبری CNN گزارش داد مردم در حالی که صدای انفجار را بالای سرشون میشنیدند به دنبال پناهگاه میگشتند و حملات روسیه زیرساختهای حیاتی را هدف قرار داده است. اولکسی کولبا، رئیس اداره نظامی منطقه کیف، در پیامی در تلگرام نوشت دشمن در حال حمله گسترده به اوکراین است. خطر زیاد است. در پناهگاه بمانید. حملات گسترده روسیه به شبکه برق اوکراین دست کم به طور موقت باعث قطع برق برای میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین شده است. شرکت مسئول تأمین انرژی در اوکراین روز جمعه گفت که بیش از 50% از ظرفیت انرژی اوکراین به دلیل حملات روسیه به نیروگاه‌های گرمایشی و هیدرولیکتریکی اوکراین از دست رفته است. تشدید حملات نظامی روسیه، ارسال انبوهی از کمک‌های مالی و نظامی غرب به کیف، رنگ باختن روند مذاکرات صلح و سودجویی آمریکا از شرایط حاکم با هدف سلطه‌گری بر حوزه انرژی، از طولانی و فرسایشی شدن فرایند جنگ در اوکراین حکایت دارد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که آمریکا در مناقشه اوکراین سه هدف اصلی از جمله تضعیف همه جانبه روسیه، ایجاد ثبات در اوکراین و تحت فشار قرار دادن اروپا برای پیروی از سیاست‌های واشنگتن را دنبال می‌کند. در همین ارتباط شماری از کارشناسان و محققان امور خارجه چین در کنفرانس سالانه گلوبال تایمز هشدار دادند که طولانی شدن جنگ میان روسیه و اوکراین میتواند صدمات جبران ناپذیری به جهان وارد کند و خطر از کنترل خارج شدن بحران هسته‌ای را افزایش دهد و حتی اکثر شهروندان اتحادیه اروپا متوجه شدند که در خصوص مسئله اوکراین در دام آمریکا گرفتار هستند. به تعبیری ادامه شرایط فعلی، حکم آتشی دارد که شعله های آن اوکراین را خاکستر می کند، دود آن به چشم اروپا می رود و در این بین آمریکا از گرمای آن لذت می برد. در همین پیوند، پایگاه خبری پولیتیکو اوائل ماه دسامبر گزارش داد که مقام های ارشد اروپایی از دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خشمگین هستند و ایالات متحده را به سود بردن از بحران اوکراین با فروش گاز با قیمت های هنگفت و فروش تسلیحات متهم کردند. موضوعی که گروه دیگری از تحلیلگران حوزه بین الملل آن را تعمیق نقش آمریکا در تامین امنیت اروپا و گسترش سلطه این کشور بر حوزه انرژی در جهان ارزیابی می کنند. شاید از همین منظر است که به تازگی گروهی از قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه آمریکایی خواستار حمایت نظامی بیشتر از تایوان و اوکراین در قالب بسته های بودجه کنگره شدند. آمریکا از زمان آغاز جنگ در اوکراین که حدود 10 ماه از آن می‌گذرد، میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی در اختیار کیف قرار داده است و حال با روشن شدن نفع اقتصادی ایالات متحده از فروش گاز به کشورهای به استاله دوست، پرده از دلیل اصلی حمایت واشنگتن از اوکراین برداشته شده است. آمریکا بر تبل جنگ می‌کوبد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید با نشان دادن چراغ سبز به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کیف حق حمله به کریمه را دارد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا جمعه گذشته در سخنانی گفت کیف حق داره در کریمه عملیات نظامی انجام دهد زیرا آمریکا آن را بخشی از خاک اوکراین می‌داند. این مقام ارشد آمریکایی افسود اوکراین باید تصمیم بگیرد چگونه مناطق اشغال شده توسط روسیه را آزاد کند. مشاور امنیت ملی دولت بایدن اظهار داشت اوکراین باید به صورت مستقل تصمیم بگیرد چگونه و چه زمانی می‌خواهد مناطق اشغال شده خود در استان‌های دونستک و لوهانسک و همچنین کریمه را از کنترل روسیه خارج کند. سالیوان همچنین گفته است کاخ سفید معتقد است که هنوز زمان برای مذاکرات صلح در ارتباط با اوکراین فرا نرسیده است. این مقام ارشد کاخ سفید افزود در آغاز جنگ من هیچگاه فکر نمی‌کردم اوکراین در مقاومت مقابل روسیه در این موقعیت قرار داشته باشد. کاخ سفید اعلام کرد بسته بعدی کمک‌های امنیتی برای اوکراین در راه است و انتظار می‌رود این بسته شامل سیستم‌های دفاع هوایی بیشتری برای کیف باشد.
جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا در این رابطه به خبرنگاران گفت: مانند بسته‌های امنیتی پیشین، می‌توانید انتظار قابلیت‌های دفاع هوایی بیشتری را در این بسته داشته باشید. پاتریک رای در سخنگوی پنتاگون نیز پیش از این اعلام کرده بود: ایالات متحده در حال جنگ با روسیه و به دنبال درگیری با آن نیست. اما تا زمانی که جنگ اوکراین طول بکشد، به اوکراین تسلیحات خواهد داد. این مقام پنتاگون اظهار داشت: ما بر ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین برای دفاع از خود متمرکز شده ایم. ما گفتیم که این کار را خیلی قبل از تصمیم روسیه برای حمله انجام خواهیم داد. به گفته مقام‌های اوکراینی، روسیه روز جمعه گذشته در یکی از بزرگترین حملات خود به اوکراین از زمان آغاز جنگ، بیش از 70 موشک به سمت مناطق مختلف این کشور شلیک کرد. این حملات باعث قطع برق در دومین شهر بزرگ اوکراین شد و دولت این کشور را مجبور کرد تا خاموشی‌های اضطراری را در سراسر کشور اجرا کند. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی ویدیویی که عصر همان روز منتشر شد، اعلام کرد که روسیه می‌تواند حملات گسترده موشکی به اوکراین انجام دهد.